جیگر طلاها سلام، شیطون بلاها سلام. کاظم دوباره اومد با یه ویدیو دیگه. این دفعه میخواییم راجع به چیلاپروچی سپیشیز کاین کراچن یا دارک ارت تایگر صحبت بکنیم. این تارانتولا رو شما ببینید فعلا، از خوشگلیاش لذت ببرید که بعد بذارمش کنار، چون این تارانتولا خیلی تارانتولای چموشیه، تازه اومده اینجا و ممکنه فرار کنه. خب چیلاپروچی سپیشیز کاین کراچن، این تارانتولا از موقعی که به دنیا میاد با یه سرتیفیکیت born to kill میادش، یعنی زاده شده تا بکشه. این تارانتولا یه قاتل بالفطره است، یعنی شما هر چیزی که وارد انکلوژر این بشه مرگش حتمیه. اگه دستت باشه دستت رفته، اگه پات باشه پات رفته. این تارانتولا به هیچ چیزی رحم نمیکنه، یه تارانتولای بیرحم، یه قاتل بالفطره، born to kill. اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، این تارانتولا از خانواده چیلاپروچیس هاست. چیلاپروچیس ها کلن 36 تا گونه شو من میشناسم توی هابی، یکی از یکی خوشگلتر، یکی اینه، یکی ویتنام بلوه، بعد یکی دیسکولوسه، فیمبریاتوس. اینا تارانتولا های خیلی خوشرنگن، هر کدوم رنگش با یه گونه دیگه فرق میکنه، طرحاش فرق میکنه. برای همین چیلاپروچیس ها توی تارانتولای دنیای قدیم خیلی محبوبن، کلن چیلاپروچیس ها. این کاین کراچن خیلی هم کمیابه، وقتی شنیدم توی ایران اومده اصلا گفتم واو ایوه چیلاپروچیس کاین کراچن اومد توی ایران. اینا اندرسونی داره، اندرسونی با اون رنگای خوشگل قهوه‌ای عنابیش، یا دیگه تعدادشون زیادی، از رنگ سیاه دارن، بنفش دارن، رنگای عجیب و غریب دارن توی این خانواده چیلاپروچیسا. همونطور گفتم تو دوره اسلینگی اینا قاتلین بالفطرن، اصلا خداوند متعال به اینا یه سرتیفیکیت میده که وقتی که به دنیا اومدی شما برو و بکش، یعنی برای غذا دادن این تارانتولا اصلا هیچ مشکلی نداری، مادامی که رطوبت این تارانتولا رو حفظ کنید. تو دوره اسلینگی مخصوصا رطوبت بین 60 تا 70 درصد برای اینا اوکیه. اینا آب زیاد میخورن، اینا گونه هایی هستن که آب زیاد میخورن، روی تارشون بعد یه چند قطره آب اسپری بکنید. اینو که دیدی الان چند روز رفته توی انکلوژر، کف انکلوژر رو کامل تار زده. روش تار زدن چیلاپروچیس ها اصلا منحصر به فرده، هر کدومشون دوباره یه مدل خاصی تار میزنن، همشون فوسوریالن یعنی نغزنن. برای این ما یه کلک بهشون میزنیم، خاک بستر بهشون کم میدیم، ولی خاک بستر کم یه مشکلی داره که باید هی رطوبتشون رو تنظیم بکنید، یعنی باید آب اسپری بکنی براشون هفته یه بار دو بار، حالا بستگی به این داره که ببینید چقدر رطوبتت اومده پایین. وقتی که خاک بستر کم میزنی اینا روی انکلوژر رو برمیدارن تار میزنن. حالا چیکار میکنن روی خاکو؟ اینا توی بازار چارسو ها دیدید که یه دونه مثلا یه چهار تا گنبد این شکلی داره، دوتا اینجا دوتا اینجا، بعد زیرش خالیه، اینا تارشون اونجوری مثل چارسوغه، یه دونه ستون با تار میارن بالا، از چهار طرف چهار تا گنبد، چهار تا دهلیز درست میکنن اون زیر، بعد با چند تا راه ورودی و خروجی. خیلی جالبه تار زدن این چیلاپروچیس ها. حالا یا مثلا دیسکولس تمام انکلوژر رو تار میزنه، اصلا نمیبینی این حیوانو، این کلکیه که ما میزنیم دیگه. اگه برای اینا خاک به سر زیاد بذاری اینا نق میزنن میرن پایین، سالی یه بار میبینیشون. مثلا همین ویتنام بلو که من 3 سال بود ندیده بودم این ویتنام بلو رو، ولی کلا چیلاپروچیسا به خاطر رنگای فوق العاده شون، غذاخورهای خوب بودن، طول عمر طولانی، تکثیر تقریبا راحت، تارانتولای بسیار محبوبی شدن. رنگاشون که اصلا خودتون دیگه میبینید، مادامی که رطوبت و دمای اینا تنظیم نگه دارید مرگ و میر ندارن اصلا. چیلاپروچیس چیزی به اسم مرگ تو کارش نیست، فقط میگم باید رطوبتش رو تنظیم بکنید، باید دماشو، رطوبت هم توی گفتم 60 تا 70 درصد، دمای مورد نیاز اینا بین 27 تا 32 درجه سانتیگراد. پراکندگی چیلاپروچیس ها همه جا هستن، مالزی داره، تایلند داره، میانمار داره، تا چین هم حتی ما چیلاپروچیس رو داریم. بعد توی سنگاپور فکر میکنم چند تا گونه، آره سنگاپور هم چند تا گونه داره، چین رو که گفتم، تا فکر کنم جنوب مغولستان اونورا هم چیلاپروچیس هستش، حتی مطمئن نیستم دقیق، یعنی پراکندگی خیلی وسیع دارن. توی هند هم ما حتی چیلاپروچیس داریم، آره فیمبریاتوس ایندین وایلته،
تا هند، ببینید چه پراکندگی بزرگی دارد توی دنیا. بعد توی هابی همه دنبالش شدن دیگه، مخصوصا کسایی که دنبال تارانتولای اولد ورلدن، چیلابروچیس ها بسیار محبوبن. بعضی هستن میدونید که نمیتونن گونه های نیو ورلدی، همون دنیای جدید نگهداری کنن، به خاطر اون ارتیکیتینگ هرشون بعضی حساسیت شدید دارن، فقط دنبال اولد ورلدان. حالا بعضی تو همین اولد ورلد بازا فقط دنبال چیزن، چیلابروچیسان، یعنی کلکسیون کامل چیلابروچیسا رو فقط جمع میکنن. تارانتولای خیلی جذابی هن، دلیلش اینه. بعد همین دیگه، رطوبتشون 60-70%، غذا میتونید 3 روز یه بار به انگستینگاشون بدید، زودن بزرگ میشن، رشد سریع دارن چون غذا زیاد میخورن دیگه. فقط این تارانتولای بدی داره، قابل هندل نیست. اینم مد نظرتون باشه موقعی که میخواد استینگتون رو غذا بدید، استینگو بذارید توی یه دونه ظرفتون، رو بذارید توی یه دونه باکس بزرگتر، در ظرف رو اون توی اون باکس بزرگتر باز کنید، چون اینا فرار میکنن. همونطور که دید منم اینا رو چیز کردم، این تارانتولا وقتی بزرگ میشه قابل هندل نیست. کوبالت بلو رو باز مثلا یه وقتایی حالش خوبه میشه هندل کرد، اینو اصلا هیچ به هیچ وجه نمیشه سمتش، چون فرار میکنه، فرار میکنه و دیگه نمیتونید پیداش بکنید. کاین کراچن تارانتولای فراریه و همونطور که دید منم گوشمش اینجا. خب من یه بار دیگه بهتون اینو نشون بدم، این خوشگله رو. چند تا ماده بالغ دارم، نمیدونم کجا هستن. اینجا ماشاءالله اینقدر جمع و جوره. این چیلابروچیس فیشیز کاین کراچن. این بود انشای من، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. کانال یوتیوب رو لطفاً حمایت کنید دیگه بابا، کجایید شما جیگر طلاها، یه فیلتر شکن نصب کنید کانال یوتیوب کاظم رو حمایت کنید دیگه بابا. یه دونه کانال یوتیوب کاظم داره، 10 تا کانال که نداریم. شوخی میکنم، تو ایران میدونم سخته از شدن به یوتیوب. اگه دوست داشتید فیلتر شکن نصب کنید، کانال یوتیوب رو ببینید، ولاگای جدید میذاریم، ویدیوهای خفن. تو ویدیو بعدی با یه حیوان خوشگل دیگه میبینمتون.